بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المنعم المنان الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان ثم الصلاة والسلام على من نظر إليه القرآن الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم والمسمى بمحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد والشرف وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الصادق عليه السلام إن السجود على طين قبر الحسين ينور إلى الأرضين السبع ويخرق الحجب السبع. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعى وتمتعه فيها طبيلا. ودوما إن شاء الله قلوب همجي وارا بنور إيمان وقرآن وإترات منور فرمايت جهت تأجيل در فرج امام زمانمون صلوات خط بفرمید. حدیثی را مرحوم شیخ نقل می کند از معاویه ابن عمار در کتاب مصباح المتهجد. كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج صفراء. برای امام صادق عليه السلام یک دستمال زرد رنگی بود که فيها تربة الحسين، در اون دستمال تربت جدشون سید الشهدا رو نگه می داشتن. فکان اذا حضرته الصلاة سبه على سجادته. وقتی موقع نماز می شد این دستمال رو باز می کردن، از اون تربت روی سجاده قرار می دادن و سجد علیه و سجده نمازشون رو بر اون تربت انجام می دادن. ثم قال، بعد می فرمودن السجود على تربت ابی عبدالله علیه السلام، سجده بر تربت سید الشهدا، یخرق الحجب السبع، پاره می کند حجاب های هفتگانه را. روایات در این باب یکی و دوتا نیست. روایاتی که مرحوم شیخ نقل می کند در کتاب شریف وسائل الشیعه، در کتاب من لا یحضره الفقیه، در کتاب مصباح المتهجد، در سایر کتب فقهی و کتب روایی نقل شده روایات که سجده بر تربت سید الشهدا چه خواصی داره و چه اثری داره در نماز. در یه روایتی که باز در وسائل نقل میکنه از امام صادق علیه السلام،
می‌فرماید السجود علی طین قبر الحسین، سجده بر خاک قبر سید الشهدا، ینور الی الارضین السبعه و من کانت معه، تا زمین‌های هفتگانه رو منور می‌کند، سجده بر تربت سید الشهدا و می‌فرماید من کانت معه صبح من طین قبر الحسین، اگر کسی صبحی داشته باشه، تسبیح داشته باشه، تسبیح تربت از سید الشهدا، کتب مسبحا و ان لم یسبح بها، تا زمانی که این صبحه در جیبش همراهش هست، دستش هست، برای او تسبیح می نویسند که او مسبح است، ثواب تسبیح داره، و ان لم یسبح بها، اگرچه تسبیح نگفته، سبحان الله نگفته، اما همین که این تسبیح تربت رو به همراه داره و در دست داره، ثواب تسبیح. در وسائل باز نقل می فرماید ابو عبدالله علیه السلام سؤال کرد شخصی از امام صادق علیه السلام، روایات عجیبی، ان استعمال تربتین من طین قبر حمزه و قبر الحسین علیه السلام، از حضرت سوال میکنه که اگر چنانچه از تربت قبر حمزه سید الشهدا عموی پیغمبر و از قبر حسین ابن علی علیه السلام و تفاضل بینهما، کدوم یک افضله؟ چون روایات هم هست در مورد تربت حمزه و ثواب زیارت حمزه سید الشهدا. امام علیه السلام در بحث تفاضل می‌فرماید فقال الصبحة التي من طين قبر الحسين، اون تسبیحی که از خاک و از گل قبر سید الشهدا باشه، تسبیح بيد الرجل من غير ان يسبح، تقریبا مثل روایت اول تسبیح حساب میشه اگر دست کسی باشه، اگرچه او تسبیح نکرده باشه. فضیلت عرض میشود که تسبیح و صبحه از قبر سید الشهدا، این تسبیح تربت. و روایات زیاده، اینجا علما نظرات مختلفی دادن، بحث‌های عرفانی کردن، بحث‌های عرض می شود که روایی کردن، که اولا بعضی از بزرگان فرمودن این یخرق الحجب السبع یعنی آسمان های هفتگانه، سجده بر تربت سید الشهدا آسمان های هفتگانه رو می شکافت، انسانی که میخواد نماز بخونه، این فاصله بینه و بین ربه، یعنی تقریبا تشبیه به معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که در اون حدیث معراج رو بگم که به ذهن بیشتر نزدیک بشه، در اون لیله معراج، در شب معراج، دارد که پیغمبر اسلام با همراه عرض میشد همسفریشون امین وحی جبرائیل وقتی رسیدن به آسمان اول، در روایت داره که اون آسمان بسته بود، در به آسمان بسته بود. حالا آسمان اول چیه؟ تعبیرات چیه؟ و حقایق چیه؟ ما نمیدونیم، به قدری که میتونیم بفهمیم از عرض میشود روایات که مقاماتی است. جبرئیل رو کرد به پیغمبر که چهار تکبیر بگو، پیغمبر تکبیرات که فرمود الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر، در به آسمان باز شد و
وارد شدن، سیر کردن و مسائلی نقل میشه در آسمان اول. رسیدن به آسمان دوم، اینجا باز راه مسدود بود. جبرئیل عرض کرد یا رسول الله اشهد شهادتین، شهادت رو بگو، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. سعی کردن در آسمان دوم. آسمان سوم نام خاتم انبیا، اشهد ان محمد لا صلی علی محمد عور محمد وعجل فرج. سعی کردن آسمان چهارم همینطور اذان گفتن و بالا رفتن، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. بعدم آسمان هفتم الله اکبر لا اله الا الله فکان قاب قوسین او ادنا. به جایی رسیدن که جبرئیل دیگه توقف کرد، گفت که التماس دعا داریم. به قول معروف حضرت فرمود که بریم، گفت نه دیگه، من تا اینجا بیشتر مقامم نیست، از اینجا به بعد خودتون تنها باید تشریف ببرید. گفت جبریلا بپر اندر پیم. گفت رو رو من حریف تو نیم. رسید به مقام دنا فتدلا. از این روایت معراجی چی فهمیده میشه؟ از صلات و معراج المؤمن، نماز معراج مؤمنه. همچنان که پیغمبر معراج رفت، مؤمنم به معراج میره، منتها کجا؟ وقت نماز. خوش به حال اون انسانی که نمازش معراج او باشه، نه اینکه نمازش این باشه که بخونیم نماز راحت بشیم. من خوندم راحت شدم، شما هم پشو نماز بخون راحت بشین، بعد وقت بشینیم بگیم بخندیم بشنویم. یعنی و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. یه بار سنگین، یه 5 دقیقه نماز خیلی سهله، اما بار سنگینه، بلکه بر قلبی که خاشع نیست. گاهی وقتی انسان میبینه واقعا قصه میخوره، میبینیم که ما وقتی لذت نمیبریم از عبادت، لذت نمیبریم از نماز، قلب خاشع نیست. این دیگه روایت نیست که حاج آقا این مدرک روایت کجاست، این قرآنه. قلبی که خاشع نباشه از نماز لذت نمیبره. اگر لذت نبردیم قلبمون خاشع نیست. چه باید بکنیم که قلب خاشع بشه؟ چه کردیم که قلب از خشوع بیرون اومد؟ چه راهی رو رفتیم؟ از کجا باید برگردیم؟ و چه باید بکنیم؟ همه اینها چیزهایی است که انسان باید رعایت بکنه. در خرق حجوب و رفع حجوب، من گفت در رفع حجوب کوش، نه در جمع کتب، که از جمع کتب نمی شود رفع حجوب. ای کتاب انباشته بکنی مقام علمی بارا بره، رفع حجاب نمیشه، بلکه العلم هو الحجاب الاکبر میشه. اگر علم باعث انانیت بشه، اگر من علم پیشرفت بکنم، بنده آیت الله هستم، بنده دکتر هستم، بنده پروفسور هستم، این علم میشه هو الحجاب الاکبر، بالاترین حجاب. اگر جاهل باشه به مراتب کارش آسان تره، راحت تره. اگر عالم شد وقت کار سخت تر میشه. اگر در جمع کتب نکوشی بلا رفع حجاب. اگر هرچی انسان علمش بیشتر بشه، در مقابل تواضعش بیشتر شد، میفرماید مثل تعبیرات روایت، تعبیرات اهل بیت،
مثل درخت میوه دار. شاخه درختی که میوه داره متواضع، فرو افتاده، پایین بیفته. درختی که هیچی نداره، فقط یه برگ همچین میره شاخه ها بالا و به طرف آسمان، و خیال میکنه چه خبره، هیچی هم نداره. اونی که علم داره باید تواضع داشته باشه، عالم دین باید ربانی باشه. اگر کنار علم تقوا نباشه فسد العالم میشه. اذا فسد العالم فسد العالم. عالم مطلق، عالم دین باشه، عالم عرض میشود که چه باشه، شما تمام این چیزهایی که ضد بشر استفاده میشه در معنویات و در مادیات، اینایی که ضد بشر چی عرض میشود که درست میکنن، مثلا سلاح‌های شیمیایی، اینا عالمان درست میکنه. آدم جاهل که بلد نیستن مثلا شیمیایی چیه، اینا کار میکنن. منتها اون علم رو در خدمت چی میگیرن؟ به جای که خدمت بشر بگیرن، در خدمت افراد طاغوت میگیرن. فسد العالم فسد العالم در همه مراحل. بعضی فرمودن که این حجب سب یعنی سماوات سب، این یک تفسیره که با این شرحی که گفته. بعضی فرمودن که مراد از این حجب سب مقامات، حجاب ها یعنی اون حجاب های ظلمت و اون حجاب های نوری که بین انسان و خدا هست، که میگه سبع حجابات، حجابات ظلمت و سبع حجابات نور. در بعضی تعبیرات سبعین حجابات ظلمت، سبعین حجابات نور. هفت حجاب ظلمت بین تو و بین خداست. این حجاب ها رفع نشه متصل نمیشی به منبع فیض. اول حجاب چیه؟ اول حجاب تو خود حجاب خودی، انانیت، منم منم، منیت، این اول حجاب. تا این نره، گفت که یکی از اهل عرفان شاگردی دیداش، بعد از دروس اینها گفت تو برو یه یک سالی اینایی که ما درس دادیم به تو در اجتماع عمل کن بهش، بعد از یک سال بیا ببینم واصل شدی یا نه. گفت رفت و سفر من الخلق الى الخلق و من الخلق الى الخالق و اینایی که میگن، حالا کارا رو انجام داد و تزکیه نفس کرد و بعد از یک سال اومد در زد. گفتن کیه؟ گفت منم. از پشت در استادش گفت برو هنوز نرسیدی تو. قال انا. وقتی میگی منم، معلومه یک سال رفتی خلاصه همطور گشتی. بله دیگه از امام حسین قیمش رو خوردی و بله دیگه سینش رو زدی و دیگه اون کمالات دیگهش هنوز مونده. رفت و سال بعد اومد در زد، گفت کیه؟ گفت ما ایم، یعنی مندک شده، من در تو شدیم ما. گفت برو هنوز کار داری، هنوز نرسیدی. در ما جنبه منیتم هست، من و تو ما، اون من هنوز هست، تا اون من نره کنار کار درست نمیشه. سلامت. سال سوم آمد. حالا اینی که میگه سال آمد، یعنی بعد از خون دلها چه ها کرد و چه گذشت به او تا صفا داد، آمد گفت در زد، گفت کیه؟ گفت توی. نگفت منم، نگفت مایی. گفت بیا ادخل. تا یه بالاخره یه جایی رسیدی تو که فهمیدی یه من دیگه نباید باشه، منی تو کار نباشه.
این اول حجابه، سالها باید زحمت بکشه تا اول حجاب بره کنار، حجاب ظلمت. هر گناهی یک حجابه. این حجاب ها چی وقت برطرف میشه؟ بعد از حجاب های ظلمت تازه میرسه به حجاب نور، اونی که در دعای عرض میشود که شعبانیه، مناجات شعبانیه، امام علیه السلام طلب میکنه از خدا خرق اونها رو، خرق اون حجاب. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظر حائلک حتی تخرق ابصار قلوب حجب النور، حجاب های نور. حالا این حرفا مال اهلشه، مال شما هاست، مال ما نیست که حجاب های نور چیه. حجاب های نور که برطرف میشه، وقت انسان واصل میشه، وقت میتونه نماز بخونه که نمازش معراج میشه. بسم الله الرحمن الرحیم، خودشو در محضر رب ببینه، در حالاتی که از علما گفتن هیچ وقت پاش دراز نمی کرد، گفت محضر خداست. عجیب، بعضی های حالات عجیبی پیدا می کردم تو ذهنم میاد، مرحوم نخودکی نقل می کردن از ایشون. کسی برسه به اون معنا، این زحمات وقت اگر کسی بخواد سریع برسه، لطف کند خدا به او، به واسطه چه؟ به واسطه سجده بر تربت سید الشهدا. اون سجده اثر و خاصیتش اینه که این حجاب ها رو برداره، حجاب منیت رو برداره. خیلی امام حسین قدرت داره، خیلی امام حسین مقام داره. این شق القمری که امام صادق کرده، جدش رو با تربتش معرفی کرده که اگر بتونی حق تربت رو بشناسی، این عظمت تربته، تا چه برسه به صاحب این تربت. تربت کارش اینه، صبح درست کردی تسبیح، با این تربت تسبیح رو تو دستت بگیری، با خودت برداری، ثواب مسبحین به تو میدن اگرچه تسبیح نکردی. این عظمت کیه؟ عظمت بنده و جناب عالی نیست که اون تربت رو دستمون میگیریم، عظمت صاحب تربته. توفیقی برای ما باشه خودمون رو به این معنا برسانیم. مرحوم کاشف الغطا، مرحوم محمد حسین کاشف الغطا، عبارت عجیبی داره. ایشون در کتاب الارض و تربت الحسینیه یک کتابی داره، میگه و لعل السر فی الزام شیعه الامامیه، شاید سر اینی که الزام کردن شیعه امامیه را، استحبابن، البته الزامش الزام وجوبی نیست، الزام استحبابیست، به سجود علی تربت الحسینیه، که بر تربت حسین تا می توانید سجده کنید، مضافاً الی ما ورد فی فضلها، گذشته از این روایاتی که حالا من بعضیشو خوندم امشب برای شما، گذشته از روایاتی که در فضیلت تربت سید الشهدا هست، و مضافاً الی انه اصلا من حیث النظافه، میگه اگه قرار انسان بر خاک سجده کنه، خب از حیث نظافت هم بهترین خاک، خاک تربت سید و شهداست. معمولا تربت رو وقتی از قبل میگیرن با آدابش هست، که اینی که میفرمد اون اثر خاص تربت که به قصد استشفا به مریض میدن، در بعضی روایات، حالا روایات عرض کردم خیلی زیاده، در بعضی روایاتی که اون خاصیت تربت اگر دست به دست میشه، اگر دست جنوب به او بخوره، اگر دست عرض میشد مذنب و گناهکار به او بخوره، او عرض میشد اثر تربت رو کم میکنه، چه میکنه؟ و دستور اکیده که حفظ بکنن تربت رو از هر عرض میشد آلودگی. تربت سید الشهدا از حیث نظافت بهترینه نسبت به سایر خاک ها، و ایشون میگه حتی
من الفرش والبواری والحصر الملوثه. حالا این فرش هایی که پهن میکنن و حصیر هایی که میندازن و حالا در زمان ایشون هر کسی از روش رد میشه و هر میکروبی روی او هست، غیر از اینه که این خاک نظیف و تربت نظیف مضافا اله ذلك فلعله من جهت الاقراض العالیه والمقاصد الساميه قرز عالی از سجده بر این تربت و هدف ان يتذكر المصلي. چرا فرمودن بر این تربت ثواب چنین داره که نمازگزار وقتی نماز میخونه سر به سجده میذاره متذکر بشه از چی؟ حين يزع جبهته على تلك التربه، وقتی پیشانیشو بر این تربت پاک میگذارد، تزهیه تزالک الامام به نفسه، به یاد بیاره جنفشانی که این ازا امام عظیم و شان کرد به جان خودش و نفس عرض میشود که والای خودش و آل بیته و صفحت من اصحابهی فی سبیل العقیدت والمبدع، که در راه اعتقاد و در راه خدا چگونه از خود گذشتگی کرد و تحتیم الجور و الفساد و الظلم و الاستبداد، که در مقابل در همشکستن عرض می شود که جبهه استبداد و ظلم اون کاری که امام کرد، انسان مسلی متذکر بشه به اون امامی که جانش رو فدا کرد به تربت مال اوست. ولما کان السجود اعظم ارکان الصلاه، میدونید بالاترین رکن نماز، نماز ارکان داره دیگه، ارکان خمسه است، ستونهای نمازی که اگر عمدن یا سهوًا به ارکان خللی وارد بشه نماز باطل میشه. شما اگر سهوًا رکوع و فراموش کنی نمازتون باطله، ولو سهوًا. بعضی امور نماز هست که سهوًا، شما سهوًا حمد سوره رو نخوندی نماز باطل نیست، اعادم لازم نداره. الله اکبر تکبیرت الاحرام گفت، این یک مرتبه حواسش پرت شد، خیال کرد دیگه حمد سوره رو خونده، الله اکبر رفت رکوع، سبحان ربی العظیم و بحمده، من حمد سوره نخوندم، بعد از تکبیرت الاحرام اومدم رکوع، اشکال نداره بره سجدهش انجام بده، نمازش صحیحه. این عرض می شود که سهوی بوده، ترک سهوی جزئی از نماز. حالا فرق میکنه، بعضی ها قضا داره بعضی ها قضا نداره، اونا در بحث فقه مطرحه. اما ارکان دیگه اشتباه و عمدی و اینا فرق نمیکنه، اگر اشتباها رکوع ترک کنه نمازش باطل، اگه عمدن دوتا رکوع کنه نمازش باطل، اضافه کردن رکوع یا کم کردن رکوع نماز رو باطل میکنه. اینا میگن ارکان. ارکان اون اجزایی است که سهو و عمد اگر درش باشه، تغییری درش داده بشه، اضافه بشه، کم بشه، مبطله. در بین ارکان نماز میفرماید سجده اعظم و ارکان صلات، صلات بالاترین رکن نماز سجده است. کما فی روایه، همچنان که در روایت آمده، اقرب ما یکون العبد الی ربه حال السجود، نزدیکترین حالت انسان به پروردگارش در حال سجده است. سجده کمال خشوع و تذلل در برابر خداست. بالاترین عضو بدن که پیشانی، روی پسترین چیز زمین، کمال کرنش در برابر رب العالمین که در برابر احدی در عالم جایز نیست، این سجده رو در برابر خدا میکنه و نزدیکترین حالت. فلزا فرمود اگه حاجتی داشتی وضو بگیر، بعد که وضو گرفتی رو به قبله، حالا نماز میخونی، عبادت میکنی، حاجتی داری، سر به سجده بگذار، عرض حاجتت رو در سجده به خدا بگو. نزدیکترین حالت انسان، فلزا اوج نماز سجده است. از اون اقامه که میگی
میگفت تشبیه میکرد به هواپیما که هواپیما اوج میگیره روی باند که حرکت میکنه اذان و اقامه است. اینا همه مقدمات. اگه انسان انجام نده یه خللی در نماز وارد میشه ولو معنوی. ما مشکلمونه از اون راهی که دستور دادن نمیریم، بعد میگیم این نماز چرا با قلب ما عرض میشد اونجور که باید بکنه نیست، برای اینکه ما از راهش نمیریم. در موقع نماز فرمود از وضو که میگیری دعاهای وضو رو بخونی، با توجه وضو بگیری، بعد آمدی اذان بگی، اقامه بگی. فرمود اذان که بگه یک صف از ملائکه پشت سرش میستن، اقامه رو بگه یه صف دیگه از ملائکه پشت سرش میستن. اگر ملائکه انسان رو احاطه کنن در نماز چه اثری داره؟ اثر معنوی بیشتری داره. صفان من الملائکه خلفه، پشت سر او هستن. بعد وارد نماز بشه با حال توجه، این عرض میشود که دیگه میخواد عرض میشه اون موقعی که میخواد حرکت کنه دیگه هواپیما اون را افتاده. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. دیگه اون اوج که میخواد از زمین این تیاره کنده بشه بالا بره، اوج برعکسه. در نماز شما میری به رکوع دیگه اون سرعت قبل از تیکاف و اینها که میخواد عرشت بلند شه سرعت گرفته میشه، سر به سجده که گذاشتی اوج نمازه، اوج بندگی و تذلل در برابر خدا به سجده افتادن اوج نمازه. اقرب ما یکونو بله عبد الارد به حال السجود. فمن المناسب در این اوج نماز که سجده است پیشانی بر تربت اون بنده خاص خدا بشه که همه چیز در برابر خدا داد، پاک باخته شد از جان و مال و همه چی، حتی فرزندان و زنها و دختران همه رو در راه خدا اینها رو هم اسیر داد. اولئک الذین جعلوا اجسامهم ضحایا للحق و یحتقر هذه الدنیا الزائف و زخارف الزائله. دنیام در نظرش هیچی نیست. فیکون فی السجود سر السعود و العروج من التراب الی رب الارباب. این کلام شخصیتی مثل کاشف القطاع که انسان به واسطه این سجده میتونه به کجا برسه. وقت این سجده بر تربت سید الشهدا باشه. ينور الى الارزين السب و يخرق الحجب السب. حجاب های هفت گانه. البته ایشون بعدن بحث میکند که هفت حاعات سبعه مقابل در جای حاعات سبعه آخر، میگه هفت چیزه که جزء رذائل اخلاقیه، تربت سید الشهدا باعث میشه اینها از دل کنده بشه، کمک میکنه امام حسین علیه السلام. فلذا من جلسه‌ای که در تورنتو هم خدمت رفقا عرض کردم، این استشفاء به تربت سید الشهدا تنها در مرضهای جسمی نیست. یکی از مرضهای ما مرض جسمیه، ما مرضهای روحی داریم. قلبش درد میکنه، ریش درد میکنه، کلیش درد میکنه، عرض میشود که پا درد داره، کمر درد داره. اینا یک دردهای ظاهری است. یه دردهای باطنی هم داریم که به فکرش مد باشیم. قلبی که آلوده به کبره، مبتلا به کبره، مرض کبر داره، مرض حقد داره، مرض انانیت هست. این مرضها مرض حرص داره. به قصد استشفا از تربت سید الشهدا میتونه بخوره، در آب بریزه حل کنه، و به قصد استشفا مرضهای جسمی و روحی. فرمود در اون روایات، عرض میکنم روایات زیاده، در اون روایات فرمود فیه، وقتی اون شخص اومد خدمت امام صادق گفت به هر دردی مبتلا هست، خیلی گرفتارم یا ابن رسول الله چیکار کنم؟
فرمود دوای درد تو تربت جدم سید الشهدا، چرا غافلی؟ ما استشفا میکنیم به تربت جدمون. فان فیها شفا، در این تربت شفاست، در شفا از هر دردی، از هر دردی. و امان من کل خوف، ایمنی از هر خوفی است. خوف و خوف سفر دنیاست، خائفی تربت سید الشهدا با خودت ببر، اثر داره، روایات داره. خوف آخرت تربت با خودت ببر، وصیت میکنه، روایاتو باز ببینید در کامل و زیاره، وصیت میکنه که وقتی کفن رو میبندن از تربت سید الشهدا روی کفنش بپاشن، و اونم با آدابش، اللهم اینی اسألک بحق حوزه التربه و بحق الملک الذي اخذها و الرسول الذي خزنها، به حق اون ملکی که گرفت این تربت رو و اون پیغمبری که از اون ملک گرفت تربت را. این دعا رو بخونه، بعد کنار کفن میت بریزه از تربت سید الشهدا. فرمود امان من خوف یوم الفزع الاکبر، در اون روز خوف کبیر، روز بزرگ، اثر داره، مادی و معنوی، دنیا و آخرت. امام حسین علیه السلام اومد این خلوص رو در عالم از خودش نشان داد، این جان باختگی رو انجام داد و خودش رو اون چه که داشت در راه خدا داد، به قول اون عالم جلیل القدر، خدا هم اونی که در بساطش بود به حسین داده. این محبت از محبت ها جداست، حب محبوب خدا حب خداست. فلذا ایشون میگن که این حجاب های هفت گانه رو برطرف میکنه، این قدرت تربت سید الشهدا است. از این قدرت تربت انسان استفاده بکنه و انشالله بتونه به نتیجه برسونه خودش رو، مخصوصا در ماه محرم، در ماه صفر، این ایام، ایام عزای اهل بیت و عزای وجود مقدس امام زمان که صاحب عزای این ایام هستن. خب ایام اسارت اهل بیت، در این ایام بود که این مصیبت ها به وجود آمد، به وقوع پیوست. روایات مختلفی هست، اینی که اهل بیت برگشتن از سفر شام روز اربعین، چند قول بین عرض می شود علما که چقدر طول کشید. بعضی فرمودن یک سال طول کشید سفر اهل بیت، چون 12 روز فقط کوفه عرض می شود که زندانی بودن، بعد مسیر را، بعد در شام، بعد اون کلام زین العابدین که فرمود ما رو در جایی قرار دادن که ما رو حفظ نمی کرد، خود خیلی تاریک نکن، ما رو حفظ نمی کرد از سرما و گرما. پس میگن که پس لابد سرما هم دیدن، گرما هم دیدن، و طول کشیده چندین ماه اونجا. بعدم عرض می شود که اون ماجرا که مفتزه شد یزید و بعدم به خانه منتقل شدن، تا برگشتن یک سال طول کشید. وقتی برگشتن اون روزی که رسیدن روز اربعین بود، مصادف بود روز اربعین. بعضی بگن که نه، عرض یعنی قول دوم اینه که همه این ماجراها در این 40 روز اتفاق افتاد، این سفر و اینها، که بعضی استبعاد میکنن اونم با اون سفرهای قدیم چطور میشه. بعد حالا ادله‌ای دارن صاحبان رأی، حالا در ایام اربعین وقت شد خدمتون عرض میکنم. قول سوم هم اینه که نه، اهل بیت قبل از این که برن شام اومدن کربلا، عرض میشود که
اینجا در کربلا آمدن، اون ماجرا آن شد، بعد رفتن برای عرض میشد شام. اقوال مختلفی است. خب در این ایام بوده که این اتفاقات شام و مجلس یزید و این عرض می شود که شهادت 3 ساله سید الشهدا علیه السلام در اون مجلس، مجلس عامی که یزید منعقد کرده بود، قاسم و اهله همه نشسته بودن در یک مجلسی که مقامات لشکری کشوری روی تخت های زرین و فرش های گسترده و سفرای کشورها همه بودن. مقدم السفرا سفیر روم بود، او نشسته بود. وقتی تش رو مقابل یزید گذاشتن، مقدم السفرا نگاهی کرد به تش و سر بریده ی عبا عبدالله، به یزید گفت هازار اسمن، این سر کیه؟ یزید برای اینکه او وارد این سوال و جواب نشه و کلامش رو دیگه قطع کنه، گفت به توجه ما لکه و هازا، تو دخالت نکن. گفت نه، من میدونی که وقتی برمیگردم روم گزارش این عرض می شود که جلسه رو خواهم داد و اینو برای سلطان و خودمون نقل می کنم. کی شارک و کفل فرح، برای اینکه در این شادی و فتح تو با تو شریک باشه میخوام گزارش بدم. گفت هازا رأس حسین ابن علی ابن ابی طالب. تا گفت رأس حسین ابن علی، گفت ابن فاطمه، گفت بله، گفت همون که مادرش فاطمه است، گفت بله. گفت یا یزید افر لک ولدینک، خیلی مطلب مهمی است، این جلسه عجیبه، سفرال مقامات همه نشستن جلوی همه. گفت وای به حال تو، من 70 پشتم به داوود پیغمبر میخورن، به من میگن پیغمبر زاده است. من وقتی تو شهر خودمون رد میشم، گاهی بعضی مردم میان خاک از زیر پای من برمیدارن، متبرک میکنن، میگن که پسر پیغمبر، شما این پسر پیغمبر یک مادر بیشتر فاصله نداره با پیغمبر شما، او رو کشتی، سر او رو بریدی، فرزندان پیغمبر رو آوردی، ابراز شادمانی و فتح و ظفر و پیروزی، و خیلی بد شد برای یزید. صدا زد جلاد اقتل هازن نصرانی، بی این نصرانی رو بکش، دستور فرمان قتل شده. این یه نگاهی کرد، گفت یزید تو واقعا دستور قتل منو دادی؟ خب سفیر ایمنه در یک کشور، سفیر خارجی، اونم مقدم السفرا. گفت بله. گفت ها، یه مشکلی من دیشب تالا داشتم الان حل شد. گفت چه مشکلی؟ گفت اینی نمت البارح، من دیشب خواب دیدم پیغمبر شما، پیغمبر در عالم رؤیا به من فرمودن که فردا ما در بهش منتظر تو هست. من بیشون عرض کردم که من که مسلمان نیستم که شما منتظر من، اونم در بهشت. ایشون به من فرمودن تو به واسطه حسین من مسلمان میشی و ما منتظر تو هستیم. این جلسه جلسه عجیبیه. اون میدونه که الان چند دقیقه دیگه، 2 دقیقه 1 دقیقه داره میاد جلاد و او رو میکشن. اگه بگه این سر رو به من بدید که نمیدن و نمیذارن. اینجا عبارت اینه، فوثبه، 3 نقطه، فوثبه یعنی پرید و اخذ الرأس، قاپید سر رو از روی تشت برداشت، چسبان به سینش، یا حسین اشهد انی اشهد ان لا اله الا الله،
و اشهد ان جدك رسول الله. اونجا شهادتین گفت تا اونجا لاد رسید که مسلمان شده بود. من میخوام به شما برادران و خواهران بگم این سر در مقابل یک مسیحی، یک مسیحی که 2 دقیقه مسلمان شده طاقت نداره، طاقت نداره که با سر این گونه وداع نکنه، میپره سر رو میگیره. آیا این سر با اون 3 ساله چی کرد وقتی آوردن در طبق؟ روپوش رو برداشت، چشمش به سر برید. خیلی حاجت میدم حضرت رقیه ها، انگشت کوچکی داره ولی گره های بزرگ باز میکنه که حاجت دارید، مریض داریم، مریض سرطانی داریم، همه رو مد نظر بگیرید. این وقتی چشمش افتاد به روم حاصل غرق به خون بابا، پیشانی غرق به خون، صدا زد ابتا من الذی ایتمنی علی سقرست، من الذی قطع امری، بابا آمدی بابا کنج ویرانه، با صفا کردی این عزا خون، فرشی ندارم تا کنم مهمان نوازی، مهمان نوازی، بابا بین ویرانم باید بسازی. اونایی که دختر دارن میدونن من چی میگم. دختر چگونه وقتی بابا میاد خونهش همینطور میگرده دور شمع وجود پدر که از پدر پذیرایی کنه. بابا بابا بین ویرانم باید بسازی، باید بسازی، بابا دست قضایی از وطن آوارم کرد، آوارم کرد، از همه بدتر زخم زبان شامیان بیچارم کرد. ابتا من الذی قطع وریدم، بابا کدوم ظالمی رگهای گلوت بود، یه وقت دیدن سر یه طرف رقیه یه طرف، رقیه گفت با زینب ام جان شب مرگ من است امشب، که از نور رخ باب خراب روشن است، به زین العابدین برگو که ما پیمانه بشکستیم، تو هم پیمانه را بشکن، پدر نزد من است امشب. از سفر